یک کارشناس سازمان ملل گفت اگر جامعه بین المللی نتواند در برابر اقدام های شوم حکومت نظامی میانمار که در صدد به راه انداختن حمام خون دیگری به منظور سرکوب مردم روهینگیایی در ایالت راخین از پاسخ دهد هزاران انسان بیگناه جان خود را از دست خواهند داد در ادامه به گزارشی که همکارم از آخرین وضعیت وخیم مسلمانان رو های تهیه نموده توجه فرمایید تام اندروز گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در میانمار گفت در حالی که قطع اینترنت توسط ارتش میانمار کسب اطلاعات از راخین شمالی را با چالش مواجه میکند گزارش های هشدار دهنده و معتبری از قتل ناپدید شدن اجباری و آتش سوزی گسترده به دست میرسد اندروز یادآور شد که بنگلادش با باز کردن مرز خود در سال 2017 جان تعداد بیشماری از روهینگیا را که در برابر حملات نسل کشی فرار کردند نجات داد وی در ادامه گفت فورا از دولت بنگلادش می خواهم که سیاست مرزهای بسته خود را تغییر دهد و یک بار دیگر حمایت بشر ی خود را نسبت به آوارگان روهینگیایی ابراز نماید یک مقام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هم روز پنجشنبه گفت که حدود 50 مسلمان روهینگیا وارد استان سوماترای شمالی اندونزی شدند که این ورود آخرین موج از ورودهایی است که با استقبال گاه خصمانه ای در این کشور آسیای جنوب شرقی مواجه شده است. از سوی دیگر امدادگران میگویند که حکومت نظامی میانمار گروه های امدادی و مددکاران اجتماعی در منطقه ساگاینگ میانمار را که به مردم آواره شده در درگیری ها کمک می کنند هدف قرار داده است. یکی از امدادگران در این زمینه گفت اخیرا تعدادی از اعضای گروه های امدادرسان به اتهامات واهی دستگیر شده اند که بسیاری از اعضا اعتماد به ادامه کار را از دست دادند. این داوطلب افزود مردم از رفتن به بیمارستان ها برای درمان جراحات خود می ترسند. بنابراین ما یک کلینیک اورژانس کوچک ایجاد کرده ایم. تا از اتهام های دولتی در امان بمانیم چرا که نیروهای حکومت نظامی در ایستهای بازرسی، دارو و تجهیزات اختصاص داده شده برای آوارگان داخلی را مصادره کردند. کیا وین، مدیر شبکه حقوق بشر میانمار هم گفت: هدف قرار دادن داوطلبانی که به مردم آواره شده در جنگ کمک می کنند توسط حکومت نظامی میانمار غیر قابل قبول و مغایر با قوانین بین المللی است. بر اساس گزارش انجمن کمک به زندانیان سیاسی میانمار بیش از 20 هزار غیر نظامی در طول سه سال پس از کودتای نظامی در بازداشتگاه های حکومت نظامی باقی ماندند.